بازتاب تحریم انتخابات در رسانه‌های جهان. تحریم قاطع انتخابات نمایشی مورد توجه رسانه‌های جهان قرار گرفت. به گزارش الجزیره، میزان شرکت در انتخابات پایین‌ترین سطح در تاریخ جمهوری اسلامی است، حتی کمتر از انتخابات 2021 که رئیسی را به قدرت رساند. این چیزی نیست که دستگاه سیاسی به آن امیدوار بود. خامنه‌ای خواستار حضور گسترده مردم شده بود. همچنین برای اردوگاه اصلاح طلبان که در تلاش برای بازگشت سیاسی بودند، خبر خوبی نیست. اما به نظر می‌رسد که آنها نیز نتوانستند رای دهندگان را به مراکز رای‌دهی بیاورند. آسوشیتد پرس نوشت: همچنین انتقادهایی وجود دارد که پزشکیان تنها یکی دیگر از نامزدهای مورد تایید دولت را نمایندگی می‌کنند. در مستندی درباره نامزد اصلاح طلب که از تلویزیون دولتی پخش شد، یک زن گفت که نسل او به سمت همان سطحی از خصومت با دولت پیش می رود که نسل پزشکیان در انقلاب 1979 داشت. فرانس 24 با عنوان خامنه ای از مردم خواسته بود در رای گیری شرکت کنند نوشت: در همین حال مخالفان خواستار تحریم شدند و اعتبار انتخابات را زیر سوال بردند. صرف نظر از نتیجه، رئیس جمهور بعدی ایران مسئول اعمال سیاست‌های دولتی خواهد بود که توسط ولی فقیه که دارای اقتدار نهایی در کشور است ترسیم شده است. نیویورک تایمز با عنوان با افزایش نارضایتی رای دهندگان به نظر می‌رسد مشارکت در ایران به شدت کاهش می‌یابد نوشت: حافظ حکمی مدیر ستاد انتخاباتی تنها کاندیدای اصلاح طلب دکتر مسعود پزشکیان در مصاحبه تلفنی گفت: واقعا انتظار مشارکت بیش از 50% را داشتیم، اما متاسفانه رویه اجتماعی برای رأی‌گیری همچنان سنگین بود. مردم را متقاعد نکردند که در پای صندوق‌های رأی حاضر شوند. بسیاری از ایرانیان با تحمل سالها مبارزه اقتصادی و محدودیت‌های شدید آزادی‌های فردی و اجتماعی می‌گویند از وعده‌های پوچ سیاستمدارانی که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند به آنها عمل کنند خسته شدند. برای برخی از رای دهندگان امتناع از رای دادن تنها راه رد دولت بود.